من در واقع از بخش اول صحبت های شروع میکنم. به نظر من یک سوء تفاهمی که وجود داره تعریف ما از اخلاقه. ما یک جامعه 80 میلیونی داریم. اخلاق از منظر من، اخلاق از منظر آقای یزدی، اخلاق از منظر شما خیلی متفاوته. بنابراین ما باید در واقع دقت کنیم که اگر درباره بی اخلاقی صحبت میکنیم، این بی اخلاقی مبتنی بر عقاید شخصی ماست یا این بی اخلاقی مبتنی بر شرعه. من احساس میکنم که هر فیلمی که درش در واقع قواعد شرعی رو زیر پا نگذاشته باشه، اطلاق صفت غیر اخلاقی به اون فیلم خودش نوعی کار غیر اخلاقیه. یه بار من به یکی از مسئولین گفتم آقا شما فیلم ها رو بر مبنای خانواده خودت داری ممیزی میکنی. شما بله خب مثلا فرد متشرعی هستی، خانواده در واقع متشرعی داری، زن و بچه مقیدن و احساس میکنی که هر فیلمی که اونا نباید ببینن رو جامعه هم نباید ببینه. ولی عرض به حضورتون که ما نپذیرفتیم که جامعه مجموعه ای از سلایق گوناگونه. در این جامعه ما آدم مسیحی داریم، آدم مقید داریم، در بین در واقع حتی مسلمون ها هم سلایق مختلفی داریم، نسل های مختلفی داریم. یه فیلمی داریم که در واقع ممکنه که جوونا بهش اقبال نگاه. بنابراین اصلا این که ما بیایم با یک صفت این که این فیلم ها غیر اخلاقیه مجموعه ای از سینمای ایران رو بخوایم حذف کنیم یا بهش حمله کنیم، من با این مشکل دارم. بعد اینکه ما تازه به عنوان عرض به حضورتون که به عنوان کارشناس بیایم آدرس بدیم به ممیز، این به نظر من اتفاق خیلی بدیه که داره در بین کارشناسای ما میفته، که دارن به ممیزی آدرس میدن، میگن آقا برو فلان فیلمو جلوشو بگیر، فلان فیلما رو جلوشو بگیر. یعنی خودشون رو جای مردم میذارن به جای اینکه در واقع در کنار مردم باشن، فیلم ها رو نقد کنن، بررسی کنن. میگن آقا جلوی این فیلم ها باید گرفته بشه، وزارت ارشاد چرا بیکاره؟ این خودش در واقع در بدنه مدیریت وزارت ارشاد نوعی محافظه کاری به وجود میاره و صادقانه میگم کمک میکنه به رشد و گسترش سانسور. بنابراین من فکر میکنم کسی که کارشناس فرهنگیه باید در واقع نظرش رو در مورد فیلم ها بگه. ولی آدرس دادن به ممیزی، اینکه چرا این فیلم ها ممیزی نمیشن، چرا این فیلم ها مجوز گرفتن، در حالی که این فیلم ها رو در واقع یه سری کارشناس خیلی خبره تر از ما میبینن و معیارهایی دارن برای مجوز دادن به این فیلم ها، نادیده گرفتن اون معیارها و در واقع من درآوردی کردن معیارها، خب کار غلطیه. برای اینکه منم ممکنه که مثلا از فیلم دیگری خوشم نیاد، یا این فیلم چرا اکران داره میشه، یه گروه دیگه ممکن از یه فیلم دیگه خوششون نیاد بگن چرا داره اکران میشه. من خودم این تجربه رو در واقع کار حرفه‌ای خودم دارم. بنده فیلمنامه‌ای نوشتم به اسم زندگی خصوصی، این فیلم تمام مجاری قانونی رو طی کرد، 200 نفر بعد از نماز جمعه رفتن جلوی سینمای نمایش دهندش تظاهرات کردن، فیلمو پایین کشیدن. اصلا اون 200 نفر نماینده در واقع شرکت کنندگان در نماز جمعه هم نبودن، چون در نماز جمعه هزاران نفر شرکت دارن، ولی یه جمع 200 نفری به یه فیلمی معترض بودن، میتونستن اعتراضشون رو بگن. ولی اینکه این اعتراض با یه حمایت رسانه‌ای همیشه همراه اینجور اعتراضا و باعث تهدید سینماگران و محدود شدن فضا میشه، خب این خیلی شکل قشنگی داره. من یه نکته هم خیلی کوتاه بگم که اشاره کردم به کلیشه ها، کلیشه معتاد، کلیشه فلان. من بهتره بگم که اسم اینو بذاریم که آیا اینها کلیشه به دلیل در واقع کاربردی بودن کلیشه شدن، یا به دلیل اینکه این واقعیت ها در جامعه وجود دارن در فیلم ها دارن استفاده میشن. ما چرا از این زاویه نگاه نمی کنیم که واقعیت هایی در جامعه وجود داره، مثل مثلا اعتیاد. خب هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که در جامعه ما اعتیاد یه معضله. هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که در جامعه ما خشونت علیه زنان یک معضله، کما که تو همه جوامع هست. حالا چطور اگر در سینمای ایران به این معضلات پرداخته بشه، خب این میشه در واقع با لفظ کلیشه بهش حمله میشه. من فکر میکنم که اگر فیلمی به این معضلات نپردازه خیانت کرده. بس آیه
یزید پاسخ شد. اولا که فرمودن که مرز شرعی اخلاق، به نظر شما مرز شرعی اخلاق کجاست؟ یعنی احکام. این که احکام اولینش حجابه که رعایت نمیشه. احکام ببینید حجاب. دومینش این هستش که روابط زن و مرد، عرضم به حضور شما که روابط زن و مرد نامحرم، اختلاط، این دوتا. من برای شما فیلم‌ها رو مشخص می‌کنم به صورت مشخص، همین الان عرض می‌کنم، شما بفرمایید مرز شرعی اخلاقی هست یا نیست. ببینید اینکه من آدرس بدم به ممیز و فلان، بله من دارم نظر خودم رو راجع به چیز میگم، چون برای من مرز اخلاقی از سینما مهمتره و اتفاقا برای ما سینما از خیلی کسای دیگه که نگاهشون به سینما فقط یک مثلا یک قلک بزرگه، باز از ما باز متعالی‌تر و بیشتره. از نظر ما شأن سینما شأن پیشرفت کشوره، ما شأن سینما رو این میدونیم و براش تلاش میکنیم هر چقدر که دستمون برسه. اون موقع هم که تو رسانه بودیم همین رو میگفتیم. حالا بعضی از آقایون مرتب میگن که آقا بعضی میخوان سینما رو از بین ببرن. خب کی میخواد سینما رو از بین ببره؟ ببینید پس مرز شرعی اخلاق الان در فیلم‌ها رعایت نمیشه. یک دختری با دوست پسرش از خونه فرار میکنه، در راه با یه غریبه آشنا میشن، میرن خونه اون غریبه، بعد این دختر و پسر خونه اون غریبه هستن، شب به بنا به دلایلی اون پسر از اون خونه خارج میشه و یک دختر با یک پسر غریبه اون شب و تا صبح سفری میکنن. پدر این دختر صبح وقتی که میاد با برادرش دنبال دختر، خب این چیز طبیعیه، قاطعا منم دختر دارم، شما هم دختر داری، خب پدر میاد دنبال دخترش دیگه. یک آدم ریشوی عصبی عقده‌ای وحشی چی نشونش میدن؟ چرا که مثلا میخواد بگه مثلا غیرت به این شکله، دختر رو چرا مثلا آزاد نمیذارید و فلان. ببینید این شکل پرداخت موضوع. یا دو نفر دزدن، یکیشون نامزد داره و به خاطر اینکه پولدارا رو ترکه کنن، نامزد خودش رو ترغیب میکنه که بره با اون آدم رابطه، عرضم به حضور شما که به قول فیلم چی غیر ناپلونی میگفت، چی میگفت تو فیلم مرجویی، رابطه غیر عرف برقرار بکنه، غیر افلاطونی برقرار بکنه، بعد که اونو بتونه ترکش. من مدیریت فرهنگی وظیفه‌ش این نیست که به من باید و نباید بگه، یعنی به من به عنوان فیلمساز، نه شما میتونی بگی نباید، نه مدیر فرهنگی. یعنی من تا این لحظه که دارم کار میکنم به هیچ مدیر فرهنگی اجازه ندادم به من بگه باید یا نباید. وظیفه مدیر فرهنگی اینه که بره شرایطی رو فراهم کنه اون فیلمی که مناسبه تولید کنه. بازی میشه باید نباید که، یعنی ببخشید، یعنی بخش دولتی سینما باید فیلم خودش رو تولید کنه، من فیلمساز کار خودم میکنم. بنابراین این که ما بیایم بخوایم با وارد بحث الفاظ بشیم، خب سینما زمینه هاش رو از واقعیت میگیره، واقعیت که در جامعه وجود داره. این که ما بگیم چون اینا تو صفحه حوادث روزنامه هست پس دیگه تو سینما رسالتش تموم شده، نباید نشون بده. چرا نشون بدم؟ گفتم با یک پس بنابراین اجازه بدید من در بحث شما سکوت کردم، مطلقا هیچ چیزی نگفتم. این جمله که نشان دادن بدی ترویج بدی است، من اصلا این جمله نمیفهمم و من از شما سوال میکنم، من به عنوان فیلمساز دلم نمیخواد فیلم کمدی بسازم، علاقه ای به ساختن فیلم کمدی ندارم، آیا این حق رو دارم؟ بله. من به عنوان یه فیلمساز اصلا فیلمساز شدم که کجی هایی که در جامعه هست رو در فیلمم نشون بدم، آیا این حق رو دارم یا ندارم؟ به یه شکلی بله. من دلم میخواد یک فیلمی بسازم اصلا ضمن اعتقادی که به نظام دارم، کاستی هایی که در نظام وجود داره رو نشون بدم، آیا این حق رو دارم یا ندارم؟ من میخوام فیلم بسازم بگم آقا در این جامعه اشکالاتی وجود داره، در این جامعه ما بله دختران فراری داریم، فرار میکنن میان تهران، میرن خونه یک آدمی و و و و. من دلم نمیخواد فیلمی بسازم درباره شیرینی های زندگی، آیا این حق باید از من گرفته بشه؟ به چه دلیل باید از من گرفته باشه؟ آیا زمانی که من وارد این جریان میشم، یعنی دغدغه ای دارم و در فیلم ها میخوام این دغدغه رو نشون بدم، باید آماج حمله قرار بگیرم که مثلا فرض کن که برای گیشه کار کردم، در حالی که من میگم اتفاقا اصلی ترین وظیفه سینما توجه به مخاطبه و فیلم یا باید از تخیل سرچشمه بگیره یا باید از واقعیت سرچشمه بگیره.
من یا باید فیلمی بسازم که از دل تخیل من میاد بیرون، یا باید فیلمی بسازم که از واقعیت جامعه نشأت میگیره. بحث حجاب رو کردید، به هر حال ما یعنی وقتی بحث شرعی میکنیم باید به حدودش آگاه باشیم. در همین بحث حجاب که شما میفرمایید در فیلم ها، حتی نظر حضرت امام خیلی 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 افراطی تر از شرایطی که امروز داره بر سینما حاکمه بوده، که حتی اگر ضرورت درام ایجاب میکنه ما حتی میتونیم کسایی رو بی حجاب نشون بدیم. یعنی این استفتاییه که سالها پیش از حضرت امام شده، ایشون مجوزش رو دادن. یعنی ما نباید فراموش کنیم که ما با درام سر و کار داریم، با شخصیت‌های مختلف سر و کار داریم، و همونطور که ممکنه در فیلممون یه شخصیتی رو نشون بدیم که بسیار فرد محجبه، همون موقع ممکنه درام ما ایجاب کنه که ما نشون بدیم شخصی هست که بدحجابه. من اصلا نمیخوام از فیلم خاصی اسم بیارم، ولی ممکنه که یه فیلم نقادانه‌ای که از منظر شما نقادانه است، از منظر من پروپاگاندا باشه. آیا من باید بدم یا آقا وزارت ارشاد چرا داری فیلم پروپاگاندا میسازی؟ من بحثم سلیقه نیست، نگاه کنید من اصلا نه معیاری وجود نداره، اتفاقا کاملا سلیقه است. ببینید شما در مورد حجاب برای شما که اخلاق برای شما که اخلاق نسبی میدونید معیار توجه میکنید، برای بنده که اخلاق مطلق میدونم معیار وجود داره. اصلا این که ببخشید ما داریم در مورد واقعیت های جامعه صحبت میکنید. ببینید اگه بحث نظری باشه، ببخشید سینما، اجازه بدید سینما سرچشمه خودش رو عرض کردم، از کجا باید بگیره آقای یزدی؟ از جامعهش باید، از جامعه باید بگیره. شما الان همین الان تشریف ببرید بیرون جامعه جمع، ببینید که حد شرعی حجاب در جامعه تا چه حد داره رعایت میشه. حالا وقتی قرار فیلمی ساخته بشه، آیا این واقعیت نباید در فیلم بازتاب داده بشه؟ من با این مخالفم.